همراه میشم با سهراب صبحانی، پژوهشگر اقتصاد انرژی و استاد دانشگاه جورج تاون از مریلند. سلام میکنم به شما جناب صبحانی. در صورت ادامه این درگیری ها در منطقه، قیمت نفت تا چه قیمتی کشش داره که افزایش پیدا بکنه؟ متشکر. من فکر نمی کنم که قیمت نفت حقیقتش زیاد بره بالا، شاید به هول و هوش 90-95 دلار برسه، اما در نظر داشته باشین که عربستان سعودی و امارات متحده عربی میتونن حدود 4 میلیون بشکه هر لحظه که بخوان تولید بکنن و صادر بکنن. این یک. دوم، آمریکا که بزرگترین مصرف کننده نفت دنیاست، خودش الان بزرگترین تولید کننده است. به همین دلیل من نمی‌بینم که قیمت نفت زیاد بالای 90-95 به بعد برسه. جناب صبحانی، یکی از مواردی که بایدن الان در آستانه انتخاباتی که پیش رو داریم نگرانش می‌کنه، افزایش قیمت نفت و وارد شدن به یک رکود جهانی. در آستانه ورود به یک رکود جهانی جدید هستیم؟ فکر نمی کنم، و باز هم دلیلش این هست که شما وقتی منطقه خلیج فارس رو در نظر بگیرید، پریروز شرکت بزرگ دنیا مایکروسافت اعلام کرد که 2 بیلیون دلار داره سرمایه میذاره در امارات متحده عربی برای هوش مصنوعی. این چرا ثابت میکنه؟ که از نظر شرکت‌های بزرگ دنیا، همسایه‌های ایران هنوز ثابت هستن از نظر اقتصادی و میشه اونجا سرمایه گذاری کرد. یک. دوم، اقتصاد آمریکا همونطور که اشاره کردم وابسته به قیمت نفت اونقدر دیگه نیست. حامیانش هست، کره، ژاپن، هندوستان، اما اصولاً اقتصاد آمریکا که بزرگترین اقتصاد دنیاست باز هم وابسته به قیمت نفت اونقدر نیست. برای همون من نمی‌بینم حقیقتش یک رکود اقتصادی در دنیا در 5-6 ماه آینده. بسیار ممنونم از توضیحاتتون. سهراب صبحانی، پژوهشگر اقتصاد انرژی و استاد دانشگاه در جورج تاون.